سلام دوستان، محمد هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به ماجرای جنجال آفرین همسر علیرضا خمسه میپردازیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. عکس هایی که از همسر جوان علیرضا خمسه، بازیگر نقش بابا پنجلی در سریال پایتخت منتشر شد، باعث واکنش های زیادی در فضای مجازی شد. علیرضا خمسه تاکنون دو بار ازدواج کرده و همسر اول ایشون بعد از طلاق به همراه پسرشون به اسپانیا مهاجرت کرده. علیرضا خمسه یه سال و نیم در پاریس دوره های مربوط به پانتومیم، حرکات بدنی و بازیگری رو فرا گرفت. علیرضا خمسه در سال 59 به ایران بازگشت. ایشون از همسر اول خودش طلاق گرفته. ازدواج مجدد ایشون با یک خانم با اختلاف سنی زیاد نسبت به خودش بود. او درباره اینکه چرا همسر اولش رو طلاق داد و جدا شده میگه که در سن پایین ازدواج کردم و در این سن بسیار احساساتی برخورد کردم و به همین دلیل نتونستیم مشکلاتمون رو حل کنیم. اما برای دومین بار که ازدواج کردم، سعی داشتم که با توجه به عقل و عشقی که داشتم همسرم رو انتخاب کنم و خوشبختانه 22 ساله که زندگی بسیار خوبی رو در کنار همدیگه داریم. در ازدواج دوم علیرضا خمسه، همسر جدیدش خانم مروارید پور شفیقی که عکسای دو نفرشون در اکران فیلم سینمای هزار پا جنجال بسیاری به پا کرد، از وی صاحب دو فرزند دختر شده. دختر بزرگش در سال سوم دانشگاه بوده و در رشته سخت افزار کامپیوتر تحصیل میکنه و همچنین یک دختر به نام گلسا داره که در حال حاضر در دوران دبستانه. علیرضا خمسه درباره مهریه همسرش میگه که مهریه بالا ضامن خوشبختی نیست، اما در بعضی مواقع مهریه پایین میتونه زندگی رو از هم بپاچه و در عصبانیت حرفی زده بشه که منجر به جدایی و پرداخت مهریه بشه و به همین راحتی زن و مردی از همدیگه جدا بشن. علیرضا خمسه در 9 بهمن سال 1331 هجری شمسی در زنجان متولد شد. ایشون در فرانسه تحصیل کرده و با آغاز انقلاب اسلامی از اونجا برگشت و کارش رو در ایران ادامه داد. ایشون فارغ التحصیل لیسانس رشته روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی و رشته پانتومیم از فرانسه است. ایشون در حال حاضر 4 خواهر و برادر داره که 3 تای دیگه هم بودن اما فوت شدن. او گفته باور کنید از همون زمان داخل قنداقم عاشق بازیگری بودم، اما در دوران دبیرستان به طور جدی برای این کار تصمیم گرفتم. وقتی دوران دبیرستان تموم شد وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم و اونجا روانشناسی خوندم، چون حس می کردم دانش روانشناسی می تونه به بازیگریم کمک کنه. پس از اون به فرانسه رفتم و در اونجا در رشته تئاتر و بازیگری ادامه تحصیل دادم. انقلاب که شد من درسمو در فرانسه نصف نیمه رها کردم و برگشتم. در اینجا سال 1360 برای اولین بار در فیلم مرگ یزدگرد به کارگردانی آقای بهرام بیضایی بازی کردم و این اولین کار من بود. همون سالم وارد تلویزیون شدم. شروع بازیگری ایشون در سینما در سال 1360 با فیلم سینمایی مرگ یزدگرد به کارگردانی بهرام بیضایی. سپس خمسه در تلویزیون از سوی برنامه سازان عهده‌دار اجرای قطعات نمایشی طنز برنامه‌های هوشی موشی و نوروزنامه، نگاه سوم و حواست و جمع کن شد. اما وی در سال 1367 با حضور در مجموعه تلویزیونی هوشیار و بیدار که به مدت 4 سال در عصرهای جمعه از تلویزیون پخش می‌شد حضور پیدا کرد و از اونجا بسیار دیده شد. پس از اون علیرضا خمسه در بسیاری از مجموعه‌های سینمایی و تلویزیونی و نمایشنامه‌های تئاتر ایفاگر نقش‌های متعددی بود و طی این سال‌ها از سوی نهادهای سینمایی جوایز ارزشمندی را دریافت کرد. علیرضا خمسه در مقام بازیگر سابقه همکاری در 3 اثر سینمایی ابوالحسن داوودی را دارد. نخستین همکاری ایشون در سال 1370 با فیلم جیبرها به بهشت نمیروند بود و بعد از این همکاری وی در سال 1372 با قبول نقشی در فیلم من زمین را دوست دارم و در سال 1373 در فیلم بوی خوش زندگی برای دومین و سومین بار جلوی دوربین ابوالحسن داوودی قرار گرفت.
نقش آدم فضایی خمسه در فیلم من زمین را دوست دارم بسیار مورد استقبال مخاطبان سینمایی قرار گرفت. به دلیل شغل پدرش که کارمند اداره برق بود، چند سال اول زندگی رو در بروجن و دبستان ادیب سپری کرده. ایشون در مورد دوران کودکیش میگه: دوران کودکی ما بهترین زمان برای بچه ها بود. خودم به همراه بچه ها علک و دلک، بیختیواری، تیله بازی و بازی های دیگه ای مثل فوتبال، والیبال و دوچرخه سواری رو انجام میدادم. علیرضا خمسه به دلایل فرم صورت و فرم بدنی خاصش مورد توجه کمدین‌ها قرار گرفت و در چندین کار سینمایی نیز حضور داشت تا اینکه در سال 1367 با بازی در سریال هوشیار و بیدار به شهرت و محبوبیت رسید. سپس در سال 72 در فیلم به یاد ماندنی من زمین را دوست دارم در نقش آدم فضایی درخشید. سپس حضور او در چندین فیلم و مجموعه چندین جوایز رو براش به ارمغان آورد. مروارید پور شفیقی همسر دوم علیرضا خمسه است. وی گریمور تلویزیون و سینماست. مروارید پور شفیقی به مدت چند سال به عنوان گریمور و چهره پرداز در سینما و تلویزیون مشغول به فعالیت بود، اما به دلیل تربیت فرزندانش حرفه گریموری رو رها کرد. وی در حال حاضر خانه داره. نحوه آشناییشون با علیرضا خمسه به گفته خودش این گونه بود: چون پدرم خلبانه، خمسه هم به عنوان یک فرد شناخته شده خیلی وقتا با پدرم برخورد داشت. زمانی که ما با هم آشنا شدیم مادرم هم در جریان بود. وقتی خمسه از من خواستگاری کرد پدرم کاملا مخالف بود، اما در حال حاضر یکی از دوستای خوب خمسه است و ارتباط خوبی هم با هم دارم. علیرضا خمسه با 64 سال سن، حدود 47 ساله که در عرصه هنر بازیگری ایفاگر نقش‌های متعدد و ماندگار بوده. وی دو مرتبه ازدواج کرده. ازدواج اول ایشون در سال 62 بود که این ازدواج پس از چند سال به طلاق انجامید. ازدواج دوم علیرضا خمسه با مروارید پور شفیقی گریمور سینما و تلویزیون در سال 72 بود. تیر ماه سال 1387 اکران فیلم سینمایی هزار پا ساخته ابوالحسن داوودی که تهیه کنندگی اون بر عهده رضا درخشان بود، نخستین حضور مشترک علیرضا خمسه و همسرش در عموم بود. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه‌های ما علاقه‌مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.